مالک کمپانی جنگجویان کرویی سرچپه گپ میزند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دلیبرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در یک خبرنامه می نویسد: مالک کمپانی جنگجویان کرویی سرچپه گپ می زند. حکمتیار تا به امروز از درد شکست های خیش در کابل می نالد. گلبدین حکمتیار در خطبه نماز جمعه رهبران مقاومت را جنگجویان کرویی خطاب کرده و گفته است که رهبران جبهه مقاومت جنگجویان کرویی هستند که در بدل پول گاهی برای اهداف روسیه و ایران و گاهی هم برای اهداف آمریکا می جنگند. او فراموش کرده که در دهه 70 خورشیدی بعد از شکست در گرفتن کابل، افراد حزب اسلامی را در بدل پول به آذربایجان می فرستاد تا از رژیم حیدر علیوف دفاع کنند، یا به کشمیر می فرستاد تا به نفع فوج پاکستان بجنگند. من شخصا در سفر به آذربایجان در سال 1378 گورستان کشته شده های حزب اسلامی را به چشم دیدم. حتی یکی از آنها خلبان تیاره دوره دکتر نجیب الله بود که در دفاع از آذربایجان در بدل پول جان خود را از دست داده بود. حکمتیار که خوابهای بلند بالای ریاست جمهوری یا امارت افغانستان را در سر داشت، مانع اصلی خودش در این راه رهبران مقاومت را می داند. به همین سبب به هر بانه باید یک بار پاچه مقاومتگران را بگیرد. در همین حال رئیس پیشین نگهبانان غنی گفته است پس از انتقال به مکان امن ویدیوی گریز غنی با پول را انتشار میکنم. رئیس نگهبانان رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که گروه طالبان برای پیدا کردنش جایزه تعیین کرده است. با گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا، ریچارد پندلبری توانسته این سرتیم پیشین نگهبانان اشرف غنی را که برای سرش جایزه تعیین شده بیابد و با وی مصاحبه کند. این خبرنگار که اشاره به چگونگی پیدا کردن این فرد نکرده و تاریخ تهیه این گزارش نیز دقیقا ذکر نشده است، در گزارش خود نوشته است: جنرال پیراز عطا شریفی که تا چند پیش مسئولیت امنیت روزانه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را بر عهده داشت که به عنوان رئیس دولت حداقل از نظر تئوری تجسم تلاش‌های غرب برای تأمین یک افغانستان دموکراتیک و متکثر بود، از زمانی که طالبان قدرت را در 15 آگوست به دست گرفتند به یکی از تحت تعقیب ترین فراریان در افغانستان تبدیل شده است. کمتر از 5 ماه پیش جنرال عطا شریفی با جنرال سرنیک کارتر، ارشدترین سرباز بریتانیایی، کنفرانس مطبوعاتی داشت. او برای اثبات آن عکسی روی تلفن خود دارد. او این روزها در انبار یک خانه و در حالی که اطرافش کیسه های بزرگ سفید برنج، سطل های پلاستیکی، چاینک های گرد و خاکی، قفس خالی پرندگان، ابزارهای برقی، ماشینالات شکسته و دیگر وسایل پراگنده است، در محله فقیر نشین در حومه جلال آباد روزگار می گذراند. شریفی مرد تنومندی است، با صورت گرد و سر تراشیده و تا حدود قیافه متمایز دارد. در حال حاضر رئیس جمهور فرار کرده است. دولت مورد حمایت غرب به تاریخ پیوسته و برای سر جنرال شریفی جایزه گذاشته شده است. اعلامیه های طالبان همه جا پخش است با عکس های جنرال و این عبارت: جنرال پیراز شریفی با نام مستعار عطا و محافظ ویژه رئیس جمهور بود و اکنون 300 اسلحه همراه خود دارد. اگر از او یا محل زندگیش اطلاع دارید، باید امارت اسلامی افغانستان را مطلع سازید. برای چنین اطلاعات 1 میلیون افغانی پاداش در نظر گرفته شده است. 1 میلیون افغانی معادل 10,000 پوند است. ثروتی در کشوری که 90% مردم آن با کمتر از 1.6 پوند در روز زندگی می کنند.
همین پول جنرال را به یک موجود زیرزمینی تبدیل کرده است. از یک انبار به انبار دیگر در یکی از همین مخفیگاه ها به همراه عکاسمان در حاشیه شرق جلال آباد با او ملاقات کردیم. در این دیدار جنرال خشم و ناامیدی خود را در مورد رهاده شدن و خیانت نه تنها توسط کسانی که از آنها محافظت میکرد بلکه توسط غرب که به اهدافش خدمت میکرد نشان داد. شریفی در بادار دیدارش با ما میگوید من دیشب بعد از صحبت با شما نخوابیدم. از خودم میپرسیدم این کیست؟ چرا واقعا به دیدن من میآید؟ با سختی میتوان در شرایط من به کسی اعتماد کرد. او ایمیل های درخواستی که به وزارت دفاع در لندن و جانی مرسر نماینده پارلمان فرستاده را به من نشان داد. وی همچنین قول داد که فساد رئیس سابق خود را که به گفته او با کیف های حاوی صدها میلیون دلار پول از کشور گریخت افشا کند. جنرال میگوید فیلم های دوربین مداربسته قصر را برای اثبات این امر در اختیار دارد و اگر بتواند فرار کند آنها را به اشتراک میگذارد. این یک اگر بسیار بزرگ است و روز به روز بزرگتر می شود. به این دلیل که در سراسر پایتخت افغانستان علیه او یک تعقیب و جستجو انجام می شود و این روزها طالبان بسیار به او نزدیک بوده است. ترس جنرال از دستگیری با دانستن اینکه جستجوها توسط بی‌رحم‌ترین اعضای طالبان انجام می شود افزایش یافته است. یکی از برادران جنرال در خیابان شناسایی و به ضرب کلوله کشته شده است. یکی دیگر امن است و در انگلستان زندگی می کند. اما کلیات کدام سناریو را باید دنبال کرد؟ او در انبارش می گوید من 300 اسلحه آنطور که طالبان مدعی است در اختیار ندارم. تنها یک اسلحه و یک گلوله. اگر طالبان به اینجا بیایند من خودم را میکشم. اگر آنها مرا بگیرند به هر حال مرا خواهند کشت. او بیش از 2 دهه افسر نظامی بود و در سال 2005 به نیروی امنیتی کاخ ریاست جمهوری پیوست و حقوق وی توسط ایالات متحده پرداخت میشد. در سال 2010 و پس از آن تحت آموزش پرسنل ارتش بریتانیا قرار گرفت. با گفته وی یکی از آنها جانی مرسر بود که اکنون نماینده پارلمان است. مرسر قبلا کاپیتان در توپخانه سلطنتی بود که در این مدت به عنوان افسر آموزش و ارتباط با نیروهای افغانستان خدمت میکرد. در ابتدای سال جاری جنرال مسئول 1500 نیروی انتخاب شده نیروهای امنیتی ریاست جمهوری بود. آنها مورد اعتمادترین سربازان ارتش افغانستان بودند. یکی از وظایف جنرال این بود که قبل از بازدید رئیس جمهور از محل آن را بازدید کند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.